تجمع رو که از طرف ایرانیان جمهوری خواه ملی دموکرات و چپ ساکن بلژیک تشکیل شده است، از همه شما تشکر و قدردانی میکنم. سلام میکنم به تمامی دوستان، برای تمامیمون و حضورمون روزگاری به سامان آرزو میکنم. من اینجا هستم نه برای سخنرانی، تا تنها گفته باشم این جمع میبایست پژواک صدای بی پناهانی باشه که این بار کف خیابون رو انتخاب کرده و جز این کف خیابان هیچ چیزی رو نداره از دست بده. آنچنان که امروز در دل اروپا میزبان وزیر امور خارجه حکومتی هستند که سر میزنه، تن میزنه، ناموس میدره، سنگسار میکنه و دست قطع میکنه، تنها اومدیم اینجا این رو گفته باشیم که پژواک صدای اون بیپناهان در ایران باشیم. آنچنان که خود اروپاییان و خود شما به راحتی از روی جنایت تاریخیتون عبور نمی کنید و ملتی که به سادگی از روی جنایات تاریخی عبور کنه شایسته نام ملت بودن نیست، این توقع به جا و انسانی و حد اقلی رو از شما داشته باشیم که این صدا رو بشنوید. خیزش عمومی اخیر در ایران برگذشتن فرودستان و تحقیر شدگانیه که با عبور از کلیت نظام و با عبور از تمامی جناح‌ها نوعی تقابل با این تحقیر شدگی رو داره. D'autres tables, c'est d'accord. Vous avez des problèmes, mais dans d'autres mondes, on va vous répondre. Ça veut dire que vous allez avoir la possibilité d'aller en paradis. Vous voyez quand même que peut-être ça suffit après 40 ans, qu'il y a deux discussions, ce qui je peux l'appeler les discussions de sourdes, non-entendants. C'est comme si pendant 40 ans, tout ensemble de démonstrations, d'écrire des films, ensemble de manifestations, de dire que nous avons besoin d'un espace de parole, de dire ce que nous avons sur le cœur, la réponse se trouve toujours sur deux tableaux différents. پس به زبان شعر پناه میبرید. به گلگشت جوانان یاد ما را زنده دارید ای رفیقان، که ما نمیخواییم نه رهبر نه بر...
میخوای نه بدتر، نه میر میخوای نه رهبر، نه بد میخوای نه بدتر. آبا دیکتاتور، آبا دیکتاتور، آبا دیکتاتور، آبا دیکتاتور، آبا دیکتاتور، آبا دیکتاتور، آبا دیکتاتور. در کنار تهیدستان و فرودستان ایرانی بایستیم. آنچه از دستتون برمیاد و مصداق جنایت علیه بشریت هست رو به رسمیت بشناسید و برخورد بکنید. سخنرانی ندارم، درد دارم، میخوام از دردامون بگم. باستش یکی از اون دردایی که داریم خود خودمونی. من از اروپا نمیخوام که معاملاتشو با جمهوری اسلامی قطع بکنه، چون حداقل اونایی که یکم تو بیزنس وارد باشن یا تو سیاست میدونن که هیچ کشور اروپایی به خاطر زندانی سیاسی ایرانی معاملاتش رو، معاملات میلیاردیش رو قطع نمی کنه. ولی ما اومدیم امروز به آقای ظریف بگیم فکر نکن که دست از سرت برمیداریم، خودت و رژیمت. ما امروز تو میدانیم، از روز اول به شما نگفتیم، امروز بعد از حدود 40 سال نمیگیم و همه این نهای ما، همه این فریادهای ما برای برپای آزادی، دموکراسی و یک نظام سکولار در کشورمون ایرانه. شما هر دو تا پرچم رو تو دستم دارم. لبت خانی من با من و همراه منی، چوبه علف در سر ما. Même si ceux qui sont emprisonnés parce qu'ils ont osé affronter les forces répressives du régime avec des pierres, des cocktails Molotov, avec tout ce qu'ils ont pu trouver. Donc d'abord soutien aux prisonniers des manifestations et aux combattants de rue, soutien aussi aux prisonniers politiques qui ont lutté pour les droits des ouvriers en Iran, ceux qui tentent d'organiser des syndicats libres, ceux qui tentent de défendre les salaires et l'emploi. Aussi soutien les militants de tous les droits sociaux, les militants des droits des femmes. Soutien aussi aux camarades qui ont lutté pour l'indépendance et la dignité de tous les peuples d'Iran. Et cela aussi, ceux qui ont lutté par les moyens pacifiques, mais aussi ceux qui ont lutté dans les guérillas et ailleurs, au Kurdistan et ailleurs. Liberté pour tous les prisonniers politiques, solidarité avec les peuples d'Iran. Libéré, Pizurksel Amade, Tobaroye Edome, Hayot et Nangine, Jomhuri Islami, Chanezani Korat. و برای تامین منافع جمهوری اسلامی سرکوب هرچه بیشتر مردم، زندان، شکنجه، ریاضت کشی، فقر، فوق استثمار کارگران، زحمت کشان و بردگی زنان را به ملت ایران تحمیل نماید. امروز ظریف نماینده رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی به بلژیک آمده در شرایطی که همچنان مردم در خیابان‌های ایران به خاطر اعتراض به وضعیتشان کشته می‌شوند. بیش از 3,000 نفر دستگیر و زندانی شدند. شکنجه‌های وحشیانه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی. راپرن راپرینا، راپرن راپرن راپرینا، روژی تولو تک شکانی، دجمنی دل پرلقینا، روژی تولو تک شکانی، دجمنی دل پرلقینا،
بس يا ديلي وبس نجيان بس يا زار ودردوجان بس يا ديلي وبس نجيان بس يا زار ودردوجان بهزي قال رايد مالين سبايدا جيل كريخ وينخار کار و تلاش از من راحت و خواب از تو کاسه خون از من اون خراب از تو آی شیاد میخوای بمونی تو آن سر بده این نفت جزای تو آن خواستم که بده میدهم جزای تو سپاهیانت را با تازیانه و درفش به خیابان کشانده ای تا جوانان وطنم را با دردی که هزینه اش را خود پرداختند آشنا کنی؟ اما دردی که آنان از تو به دل دارند بسا بیش از درد تازیانه است، درد بی هوایی، درد بی نوایی شادی، درد بیکاری، درد محرومیت از هر آنچه حق آدمی است. پس مطمئن باش که درد تازیانه مداوای هیچ جنبشی نیست. درد خود گلوله می شود و به سوی تو برمی گردد و سپاهیانت نیز به همین خیابانها روزی تازیانه بر زمین خواهند گذاشت و جامه در آن برون خواهند آمد تا به دنیای آدمی برگردند. آن روز زنده و مرده تو یکیست. آن روز در عدالت خانه تاریخ به هزار حبس ابد محکوم میشوی. این داستان شورانگیز تاریخ است. ساقه میشکند. آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون. جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون. جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون. جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون. بالا قطعنامه تظاهرات توسط آقای علی صمد خونده می شود و بعد آهنگ همراه شوی صدای گرم شجریان و بعد از اون پایان بخش برنامه سرود ایران. متشکرم. خسته نباشید. به حال نزدیک یک ساعت و نیمی که اینجا جمع شدیم و هممون شعار میدیم، صحبت میکنیم و با هم هستیم. من با اجازهتون قطعنامه ای که توسط مسئولین این برنامه تهیه شده رو براتون میخونم تا در جریان خواسته های این اکسیون باشید. معترضین چیزی نمیخواهند جز حقوق انسانی خود، حق برخورداری از آنچه هر انسان برای گذران زندگی بدان نیازمند است، حق انتقاد و اعتراض به حاکمان، حق گردمایی، حق تعیین نظام سیاسی و حق جدایی دین از حکومت. همچنین معترضین حق دارند در برابر سوالاتی که در ارتباط با شرایط زندگی روزمرهشان مانند هزینه های زندگی به ویژه قیمت کالاها و مایحتاج و نیز در زمینه فقر و فساد شاید در بین نهادها باید به همراه همه زندانیان سیاسی عقیدتی دیگر فوراً و بدون قید شرط آزاد شوند. دو، احترام به حقوق ذکر شده در منشور جهانی حقوق بشر و پیمان نامه های بین المللی مرتبط با آن و به ویژه حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز که ایران نیز آن را رسما امضا کرده است.
مطابق این حق دولت ایران باید فوراً اعلام کند که تظاهرات مسالمت‌آمیز مجاز است و دولت امنیت آنها را تضمین و تضمین می‌کند. در ضمن دولت ایران می‌باید قبول کند که گزارشگران ویژه مختلف سازمان ملل و به ویژه گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران خانم عاصمه جهانگیر از ایران دیدار کند. 3. ایجاد اختلال در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی از سوی همه نهادهای جمهوری اسلامی باید فوراً خاتمه یابد. سانسور باید در همه زمینه‌های موجود برچیده شود. حق آزادی شهروندان ایران در گردش آزاد اخبار و کسب خبر و اطلاع رسانی باید تأمین و تضمین شود. ما مورد چهارم، ما از اتحادیه اروپا و همچنین از همه دولت‌های اروپایی می‌خواهیم که بر رعایت حقوق بشر در ایران پافشاری کنند تا حکومت ایران نتواند فارغ از عواقب احتمالی بین‌المللی به سرکوب ادامه دهد. بنا به دلایل فوق ما از نهادهای جامعه مدنی اروپایی نیز می‌خواهیم از دولت‌های خود بخواهند که از خواسته‌های برحق مردم ایران حمایت کنند. ایرانیان جمهوری‌خواه، ملی، دموکرات و چپ ساکن بلژیک، خیلی ممنون و خسته نباشید.